و در ادامه خبری از کشور افغانستان. بانک جهانی بر اساس داده‌های غیررسمی مرکز احصایه و معلومات گروه طالبان گزارش داده که ارزش افغانی پول رایج افغانستان افزایش و بهای مواد خوراکی کاهش یافته است. طبق این گزارش، کاهش قیمت‌های بین‌المللی در نیمه اول سال 2023 و حفظ ارزش افغانی به کاهش قیمت‌های داخلی به ویژه برای مواد غذایی و سوخت کمک کرده است. گزارش اما مطابق با نتایج اولیه بررسی وضعیت رفاه در افغانستان تأکید کرده که در وضعیت کنونی بیش از نیمی از خانواده‌های افغان همچنان در حفظ منبع درآمد خود با چالش‌های قابل توجهی روبرو هستند و به طور فزاینده‌ای به کمک‌های بین‌المللی و حواله برای رفع نیازهای خود متکی هستند. طبق این ارزیابی، کاهش قدرت خرید و راکد ماندن بازار باعث شده تا نرخ تورم سالانه در ماه می 2023 به منفی 2.8% کاهش یابد. بانک جهانی می افزاید، با اینکه کسر تجارتی در سال 2023 افزایش یافته، ولی ارزش افغانی پول رایج افغانستان از ماه ژانویه تا ژوئیه امسال در برابر قیمت‌های عمده خارجی بالا رفته است. در گزارش تازه بانک جهانی در مورد رشد مجموع اقتصاد افغانستان، نرخ بیکاری در این کشور و سطح عمومی فقر آماری ارائه نشده است. پیش از این نهادهای سازمان ملل از سطح گسترده فقر در افغانستان خبر داده و گفتند که حدود 20 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های اولیه غذایی نیاز دارند و حقوق بخش‌های آموزش و بهداشت این کشور نیز از سوی نهادهای بین‌المللی پرداخته می‌شود. در اکتبر سال 2021 نیز صندوق پول بین المللی گزارش داده بود که اقتصاد افغانستان طی یک سال 30% کوچکتر می شود. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همکاران شما. ممنونم. جناب آقای رئیس‌زاده، گزارش تازه بانک جهانی آیا بیانگر بهبود در وضعیت اقتصادی افغانستان است؟ اطلاعات شما چگونه است؟ خب، بانک جهانی بر اساس داده‌های غیر رسمی مرکز احصائیه و همچنان معلومات گروه طالبان این گزارش را تهیه کرده. ثقت و دقتش هم نامعلوم است، اما طالبان یک گزارش را ساخته به بانک جهانی داده و بانک جهانی هم با تمایل نشر کرده و طالبان هم اظهار خوشی کرده. فکر میکنم که هم طالبان و هم بانک جهانی و هم گزارششون یک مسخره است، به این دلیل که فعلا به دلیل نبود سازمان‌های بین‌المللی و محاسبه دقیق نمیتوان به این گزارش ما باور کنیم. دوم مسئله است که اگر این نهادها وجود هم داشته باشه، ولی با وجود فشار سیستم طالبانی اینا نمیتونه که راپور دقیق تهیه بکنه. در بخش سوم نبود شاخصهای اقتصادی وجود داره که شاخصهای اقتصادی میتونه ارزیابی بکنه که سلامت اقتصادی یک کشور اینا بررسی بکنه. خب مرور این شاخصها بسیار ارزشمند است، در کلیات اینا در اقتصاد یک کشور اینا تهیه میکنه که به اختیار سازمان ها و نهادهای بین المللی و ملی قرار میده. خب این شاخص ها البته بحث درازی هست، میخوایم خلاصه بگویم که در ابتدای شاخص تولید ناخالص ملی است که ما اون را گراس دومستیک پروداکت میگیم، که بررسی ارزش پولی یا بازاری کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک مرز جغرافیایی است که ایره در دوره مشخص اینا بررسی میکنه که یک سال است یا پنج سال است. اما ما میبینیم که تو سازمان یا سازمان ملل یا بانک جهانی یک ماه پیش هم گزارش تهیه کرده بود که در اون گزارش نهایت بحران اقتصادی رو یک مطرح کرد، اما چطور شد که در ظرف یک ماه دوباره سازمان ملل یک گزارش از طالبان گرفت و یک فضای خوبی را در میدان اقتصاد افغانستان مطرح کرد؟ خب ما دیگر شاخص های خیلی متفاوتی داریم که مانند شاخص رشد اقتصادی است که اینا افزایش کمیت و کیفیت نیروی کار است و بهبود ابزارهای تولید است و رشد تکنولوژی و دسترسی بهتر به مواد اولیه و همچنان بهبود محیط کسب و کار. خب دیگر یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که شاخص توسعه اقتصادی.
که شاخص توسعه اقتصادی بررسی میکنه که شرایط مالی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه چگونه است، عوامل مانند بهداشت، مانند آموزش، مانند شرایط کار، سیاست‌های داخلی و بین المللی و که اینا را متمرکز می‌سازه با شرایط بازار داخلی. خب اینا هم وقتی که بررسی بکنیم خب خیلی بحث‌های خود داره که متأسفانه این گونه ها را ما در راپوری که طالبا گزارش دادن به بانک جهانی و بانک جهانی هم نشر کردن من اینا رو ندیدم. خب مسائل دیگه هم که شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اینا بر عدالت اجتماعی در کشور در درشت اقتصاد و همچنان کاهش فقر، کاهش نابرابری، نابرابری که در افغانستان وجود دارد واقعا بحرانزا است و همچنان کاهش بیکاری و دیگر شاخص هایی که وجود داره اینا شاخص رفاه اجتماعی است و که حرفای خود را داره که من نمیخوام اینا رو دراز بکنم. متاسفانه در گزارش هایی که نشر شده فقط همین نشر شده که 2.1% در پول افغانستان در ماه اخیر نمیم ثبات داشته ایرخن یا چی رفتن بلند شدن. اینا نمیتونه که اقتصاد یک کشور مطرح بکنه یا اینا معادله بکنه. خب در افغانستان چیزی که بسیار مهم است، ما امروز متاسفانه قدرت توان خرید در افغانستان بسیار پایین آمده که باعث میشه که مردم نتونن یک مواد اولیه خود را درست تهیه بکنن. بنابراین ما اعتقاد و اعتمادی به این گزارش ندارم. ما بهتر است که گزارش های خود را از امون مردمانی که در سرزمین زندگی میکنن و با ما فقر و بحرانی که دچار هستن ما از اونها دریافت بکنیم، نه و اعتماد نکنیم به گزارش هایی که طالبان به دسترس بانک جهانی دادن. بله جناب آقای رئیس‌زاده، بله بینندگان بفهمونید که چشم انداز اقتصادی افغانستان تحت تسلط گروه طالبان را چگونه ارزیابی میکنید؟ خب بعد از اینکه توافقنامه قطر امضا شد و افغانستان سپرده شد بر اساس یک معامله پشت پرده به طالبان، خب این واضح است که شاید گزارشات را که من دارم پیش خود به حدود 6 میلیارد دلار فقط سالانه آمریکا جهت کمک نظامی به طالبان میکنه که چندان گزارش های در رسانه ها هم نداریم در این مورد. خب مسئله دیگه مسئله هفتگانه 40 میلیارد و 80 میلیارد است که اینا را به عنوان کمک های انسانی میتونه، ولی طالبا این را به مردم توضیح نمیکنه، اینا را خب کوشش میکنن که برای خود نگاه بکنن. خب طالبا فعلا برای کشور حکومت میکنه که به شدت به کمک های بین المللی نیاز داره و دچار یک بحران اقتصادی است. خب تحریم های بانکی ارزش خب یا تحریم های بانکی و ارزی که یعنی باعث میشه که کاهش درآمد به وجود بیاد در افغانستان، افزایش نرخ تورم، خب گسترش بیکاری و فقر، موج جدیدی مهاجرت هایی که در دو سال اخیر ما تجربه کردیم و حالا هم جریان داره، خب عدم بهره گیری بهینه از منابع و منابع طبیعی و مدنی، خب اینا در افغانستان وجود داره. خب همچنین روند مناسب خب در مسیر رشد اقتصادی که نیاز به یک تعدیل برخی از افکار گروه طالبان داره که متاسفانه طالبان از روزی که آمدن بر بنیاد بر مفکوره و ایدئولوژی بنیادگرایی و افرادگرایی که دارن اینا با جامعه جهانی، با کشورهای همسایه، با سازمانهای بین المللی که میتوانند در رشد اقتصادی افغانستان کمک بکنن، اینا متاسفانه در افکارشون تعدیل ایجاد و نمیکنه و این باعث میشه که طالبان از جامعه جهانی و از کشورهای همسایه و از بسیاری از کمک های بشردوستانه محروم شوند. خب در بخش دیگه ما میبینیم که طالبان بسیار سخت فشار و پابندی داره برای ویزی که باید تحصیل دختران منع شود. ما چندین روز قبل ما امتحان کنکور داشتیم که متاسفانه دختران افغانستان که نیمی از دانشجویان افغانستان تشکیل میده اینا نتونستن که در امتحان وارد شود و این برای یک جامعه خیلی دردناک است. خب زنان افغانستان در اقتصاد و بازار ما خیلی رول داره و نیمی از جمعیت افغانستان که چرخه فعالیت اقتصادی را تشکیل میده اینا متاسفانه محروم است. خب اقتصاد یک کشور چگونه میتونه شما ما بررسی بکنیم با این وضعیتی که فعلا در افغانستان است؟ ممنونم از شما مظاهر رئیس‌زاده از آنکارا با ما بودند.